اجازه بدید من یه مقدمه خدمتتون عرض کنم. با گذشت 10 سال ممکنه که بعضی از وقایع تاریخی از اذهان و خاطره‌ها رفته باشه. میدونید که این جنایات یک زلزله و ولوله‌ای در داخل جامعه ایران به وجود آورد. چرا؟ از یک طرف شخصیت پروانه داروش فروهر، کسانی که 50 سال از عمرشون رو در راه آزادی و مبارزه با استبداد سپری کرده بودند، و دو عضو کانون نویسندگان، پوینده و مختاری. خب از سوی دیگه تا اون زمان جمهوری اسلامی همیشه شعارش این بود که ما فقط کس با براندازان، با توطئه‌گران، با محاربان یک برخورد خشونت‌آمیز میکنیم. اون زمان مردم نمیدونستن که میرعلایی رو اینها دزدیدن و کشتن، سعیدی سیرجانی رو اینها در داخل زندان اوین کشتن، بازدوش همین حسین شریعت مداری، مدیر کنونی روزنامه، مدیر اون زمان و کنونی روزنامه کیهان بود، و دیگران. همه اینها رو به عنوان مرگ مشکوک تلقی میکردن. ولی وقتی این جنایات اتفاق افتاد، خب مردم فهمیدند که، و خود حکومت هم فهمید که در حال دیگه نمیتونن بگن که اینها در اثر تصفیه حساب‌های خصوصی از بین رفتن، چون اینها پرونده خصوصی با کسی نداشتن. این بود که رئیس جمهور که ضمناً مسئول اجرای قانون اساسی هم هست، اومد اقرار رسمی، اقرار علنی کرد که این جنایات رو وزارت اطلاعات سازمان داده و قول داد که این ریشه فاسد رو از بیخ و بن برکند. و هنوز گفته رئیس جمهور رو مردم از خاطر نبرده بودند که چند روز بعد رئیس شورای تشخیص مصلحت آقای رفسنجانی در نماز جمعه گفت فتیله ها رو پایین بکشید، چون همکاران شما روزنامه نگاران شروع کرده بودند پیگیری این جنایات، این قتل ها و حتی قتل های پیش از اون رو. و بعد چند روز بعد هم آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، خب با یادی که از داروش فروهر کرد، گفت داروش فروهر در شروع انقلاب جزو دوستان ما بود و بعد به دشمنان ما پیوست و دشمن ما شد. یعنی چی؟ آقای خامنه ای نگفت که داروش فروهر یا پروانه فروهر مخالف ما بودن، رقیب ما بودن، گفت دشمن. و سزای دشمنی با جمهوری اسلامی مسلم است که مرگه. بنابراین از روز اول برای من روشن بود به فرزندان پروانه و داروش فروهر، به ویژه پرستوی عزیزم هم گفتم که از این دادگستری، از دادگستری ملایان، به لحاظ آماری که و کارنامه‌ای که تا اون زمان، یعنی 20 سال دادگستری جمهوری اسلامی به من حقوقدان و من مدافع حقوق بشر ثابت کرده بود که از اون دادگستری نمی‌شود انتظار اجرای عدالت داشت، ولی همکاران ما برای اینکه لااقل اتمام حجت بکنند هم به دادگستری و هم به جمهوری اسلامی و هم به مردم ایران نشان بدهند که از این امامزاده نمیتوان انتظار معجزه داشت، رفتند، خطر کردند و هر دوی اونها، هم شیرین عبادی هم ناصر زرافشان، به زندان افتادند. برای اونها پرونده سازی کردند و بالاخره هم دیدید که پرونده رو به دادرسی ارتش فرستادند برخلاف قانون، قوانین داخلی ایران منظورمه، محاکمه رو غیر علنی اعلام کردند و بالاخره هم یه مضحکه آفریدند که آمران اصلی، یعنی اونهایی که احکام قتل رو داده بودند، اونها رو اصلا تعقیب نکردند و ماموران اجرا رو به محکومیت هایی که شما اشاره کردید محکوم کردند، در صورتی که اون ماموران اجرا گفته بودند که دستور قتل ها رو وزیر اطلاعات، یعنی آقای دوری نجف آبادی صادر کرده. آقای دوری نجف آبادی هم ناگزیر از استعفا شد، ولی دوری نجف آبادی رو بهش منع تعقیب دادند. و همینجا اشاره می کنم که یکی از معجزات جمهوری اسلامی و دادگستری جمهوری اسلامی این است که این آقای دوری نجف آبادی
وزیر اطلاعات معزول اون زمان امروز دادستان کل کشور است. یعنی دومین مقام رو در ساختار دادگستری جمهوری اسلامی عهده داره. خب از این دادگستری شما چه انتظار دارید که وکلای دادگستری مثل من انتظار اجرای عدالت داشته؟